بخش خبر تلویزیون ایران فردا را با درود بر شما آغاز میکنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز شنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن در صورت اعمال تحریم های تازه علیه تهران توافق اتمی ژنو لغو می شد و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته‌ای به نقطه قبل از این توافق نامه باز می گردند. ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته ای مجلس پیش از رأیگیری امروز خواستار آن شد که مجلس پاسخ یاوه سرایی ها و زیاده طلبی های آمریکا را بدهد. مصوبه امروز مجلس واکنشی به تلاش های اخیر گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب طرحی است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای تحریم های جدید و شدیدی را علیه ایران پیش بینی می کند. دولت آمریکا از کنگره خواسته تا پایان مهلت مذاکرات علیه ایران تحریم تازه ای وضع نکند و بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده چنین تحریم هایی را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد. همزمان با اعلام پرتاب چهارمین ماهواره بومی ایران به فضا، وزارت خارجه آمریکا این گونه اقدامات از سوی تهران را نگران کننده توصیف و برنامه موشکی ایران را تهدیدی خطرناک برای منطقه دانست. روز دوشنبه 13 بهمن، وزارت دفاع ایران خبر داد ماهواره ای ایران با نام فجر به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: برنامه موشکی ایران همچنان تهدیدی خطرناک برای منطقه است و موضوعی است که ما به دقت آن را زیر نظر داریم. خانم ساکی با اشاره به اینکه جامعه بین الملل نیز نگران توسعه موشکی ایران است، تصریح کرد: موضوع موشک های بالستیک و قابلیت این موشک ها در حمل کلک های موضوعی است که با تهران در مورد آنها مشغول مذاکره هستیم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برنامه موشکی کشورمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند. مهدی مصطفی عضو شورای راهبردی وزارت روابط خارجی ایران گفته آمریکا اصلی ترین عضو مذاکره کننده گروه پنج به علاوه یک است در همین حال محمود احمدی نژاد پس از مدت ها سکوت در کنایه ای به حسن روحانی گفته اگر ارزه ایستادن مقابل آمریکا را ندارد از مقام خود کنار برود احمدی نژاد پس از مدت ها سکوت وعده ظهور قریب الوقوع امام زمان را داده و در کنایه به حسن روحانی گفته اگر ارزه ایستادن مقابل آمریکا را ندارد از مقام خود کنار برود احمدی ای نژاد این مطالب را در جمع گروهی از حامیان خود بیان کرده و حملاتی متوجه منتقدانش حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی کرده است رئیس دولت دهم ده همچنین گفته کسانی که تحمل نداشتند بشنوند هوگو چاوز در انتظار امام زمان بوده را گروهی کوتاه فکر خوانده است وی در اطلاعیه گفته هیچ دسته و گروه و فردی نمیتواند ادعای مالکیت انقلاب و دستاورد بزرگ آن یعنی جمهوری اسلامی را داشته باشد و انقلاب به هیچ فردی بدهکار نیست احمدی نژاد در اطلاعیه خود افزوده رفتار و اقدامات تاسفبار و غمنگیز برخی افراد بیگانه شده با آرمان های انقلاب هیچ سنخیتی با جهتگیری های اصیل انقلاب اسلامی ندارد. در رویدادی دیگر نیز مهدی مصطفوی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته آمریکا اصلی ترین عضو مذاکره کننده گروه پنج به علاوه یک است و این شورا درباره عملکرد مذاکره کنندگان ایرانی گزارشی به علی خامنه ای ارائه کرده است. مصطفی از اینکه آمریکا اصلی ترین عضو مذاکرات هسته‌ای با ایران است به عنوان واقعیتی تلخ نام برده و گفته سایر اعضای این گروه یا اهل سکوت بوده و یا مطیع آمریکا هستند آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آمریکا اعضای گروه 5 بلاو را تشکیل دادند و سالهاست درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با مقامهای این کشور مشغول مذاکره هستند مذاکرات ایران با این کشورها پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران با محوریت آمریکا آغاز شده و بسیاری از این مذاکرات به صورت دو جانبه میان وزرای خارجه ایران و آمریکا دنبال می شود. محافظ کاران تندرو به شدت با انجام این مذاکرات مخالف هستند و بارها نسبت به دیدار محمد جواد ظریف با جانکری انتقاد کرده و پیاده روی آنها در خیابانهای ژنو را محکوم کردند. مصطفی نیز این پیادهروی را کار قشنگی ندانسته و گفته باید شرایط و موقعیت را نیز در نظر گرفت و بپذیرید که شرایط شرایط عادی نبود وی همچنین از تهیه گزارشی از سوی شورای راهبردی روابط خارجی ایران درباره مذاکرات هسته و ارائه آن به علی خامنه ای خبر داده و گفته نمیتواند محتوای این گزارش را اعلام کند در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفرش به کنیا در دیدار با اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا گفت متاسفانه برخی در داخل و خارج کشور در زمره مخالفان پایان تحریم ها هستند آقای ظریف گفته متاسفانه در مواردی اصل تحریم با آثار تحریم اشتباه گرفته می شود و لازم است که این مباحث تخصصی با مشورت های لازم بررسی و موانع غیرواقعی و غیرحقوقی برطرف شود. بحث سود بردن بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از تحریم ها بحث تازه این نیست. سایت فیلتر شده باستاب در گزارشی با عنوان رمزگشایی از راز بقای تحریم ها که 26 اردیبهشت 92 منتشر شده نوشته بود، درآمد تحریم برای برادران و شبه برادران شاغل در رشته دور زدن تحریم ها سالانه رقمی معادل چهل هزار میلیارد تومان است که بزرگترین تجارت کشور محسوب می شود. در این گزارش واسطه دور زدن تحریم ها افرادی معرفی شدند که دارای ارتباطات امنیتی یا سیاسی با حاکمیت هستند. سایت باستاب نوشته بود ساده است که نقش این گروه را در بحرانی نگه داشتن شرایط دیپلماتیک کشور و اقداماتی که منجر به تداوم تحریم شود نادیده بگیریم. یکی از اصلی ترین خواسته های ایران در جریان مذاکرات اتمی با کشورهای پنج به علاوه یک لغو تحریم های بین المللی علیه این کشور بوده است. خواسته ای که عدم توافق طرفین بر سر نحوه اجرای آن یکی از مهمترین دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات است. مدافعان کوبانی و نیز یک سازمان ناظر بر جنگ در سوریه میگویند کردها با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در حال عقب راندن نیروهای داعش در مناطق روستایی و حاشیه شهر کوبانی هستند گزارش های تازه در 13 بهمن ماه یک هفته پس از آن منتشر می شود که مدافعان کوبانی توانستند نیروهای گروه تروریستی داعش را از کوبانی عقب برانند و این شهر را آزاد کنند خبرگزاری رویترز از قول یکی از سخنگویان نیروهای مسلح کرد در کوبانی میگوید نیروهای حکومت موسوم به دولت اسلامی در کوبانی در حال فروپاشی هستند نبردها در کوبانی و اطراف آن برای ماها یکی از مهمترین اهداف حملات هوایی احتلاف علیه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا را تشکیل میداد بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا برنامه بودجه پیشنهادی دولت به ارزش 4 تریلیون دلار که شامل افزایش قابل توجه مالیات عمدتا بر شرکتها و ثروتمندان است را تسلیم کنگره کرده است آقای اوباما در طرح تازه سعی می کند از افزایش درآمد مالیاتی برای رفع محدودیت های سالهای اخیر در بودجه و تأمین مالی پروژه های زیربنایی استفاده کند این محدودیت ها به دلیل بحران مالی و برای رفع اختلاف و جمهوری خواهان اعمال شده بود. آقای اوباما در سخنرانی دوشنبه این محدودیت ها را ریاضت بیخردانه خواند و گفت برنامه تازه او این محدودیت ها را که قرار بود برای شش سال آینده به قوت خود باقی باشد برمیدارد. بیل گتیس پایگزار شرکت مایکروسافت درباره تهدید هوش مصنوعی در دههای پیش رو هشدار داد و آن را خطری جدی دانست. پیشتر شخصیت های دیگری نیز درباره عواقب خطر... خطرناک رشد هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده بودند. استیون هاوکینگ کیهانشناس و فیزیکدان نظری از جمله کسانی بود که قبل از بیل گیتس درباره ماشین هایی که می فکر کنند اعلام خطر کرده بودند دلیل نگرانی دانشمندان درباره هوش مصنوعی آن است که این مفهوم دیگر تنها موضوع فیلم های علمی تخیلی نیست و به دنیای واقعی وارد شده است. شورای همکاری خلیج فارس تبریک گفتن مرگ ملک عبدالله توسط احمد جنتی را توهین آمیز و غیر قابل پذیرش خواند. دبیر این شورا خواستار جلوگیری از این گونه سخنان بیهوده و غیر مسئولانه شد. احمد جنتی در نماز جمعه این هفته مرگ پادشاه عربستان را تبریک گفت. ابراز خوشحالی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان از مرگ پادشاه عربستان سعودی با واکنش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روبرو شده است. در بیانیه ای که در سایت رسمی شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، سخنان توهین و تفرقه افکنانه احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران به شدت محکوم شده است. احمد جنتی در این مراسم ملک عبدالله بن عبدالعزیز را قارون سعودی خواند و گفت باید مرگ او را به مؤمنان و مسلمانان و کسانی که واقعا غصه اسلام و شیعه را میخورند تبریک بگوییم. عبداللطیف بن راشد از زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اظهارات جنتی را توهین آمیز و غیر قابل پذیرش خواند و گفت ابراز این سخنان دشمنانه از سوی یک مقام مسئول ایرانی تأثیری جز افزایش شکاف میان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو این شورا بر جا نمیگذارد. آقای ازیانی از, از مسئولان جمهوری اسلامی خواست جلوی رفتارهای بیهوده ای را که به تحکیم روابط دو دوستانه با همسایگان بر اساس احترام و متقابل کمک نمی کند بگیرند. جنتی در حالی مرگ ملک عبدالله را تبریک گفته که رئیس جمهور حسن روحانی با ارسال پیامی در گذشت پادشاه عربستان را تسلیت گفته و وزیر خارجه محمد جواد ظریف در مراسم تشییع او در ریاض شرکت کرده بود. تشنج و بهبود روابط با این کشورها از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم به شمار می رود. در همین حال انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات نیز در یادداشتی که در شبکه توییتر منتشر شد تاکید کرده همه کشورهای عربی از توهین به پادشاه در گذاشته عربستان رنجیدند و چنین اظهاراتی به رابطه این کشورها با ایران لطمه میزند. سخنان احمد جنتی در داخل ایران نیز با مخالفت های سریحی روبرو شده است. برخی از مراجع تقلید شامگاه جمعه هشتم بهمن در دیدار با حسین صادقی سفیر ایران در ریاض اهانت به رهبران دیگر کشورها را کار نادرستی خواندند. ناصر مکارم شیرازی در ملاقات با صادقی گفت به رغم وجود اختلاف دیدگاه ها و مواضع رهبران دو کشور هیچ گروهی از مسلمانان نباید به دیگری اهانت کند. عبدالله جوادی آمولی نیز در واکنش به سخنان دبیر شورای نگهبان گفته است ابراز شادی در مرگ افراد چه ضرورتی دارد این رفتار نه واجب است و نه مستحب برای چه باید عواطف یک عده را جریحهدار کرد علل خصوص که حجاج ما برای انجام فریزه حج باید به این کشور سفر کنند سایت خبری اصر ایران روز دوازده بهمن تبریک گفتن مرگ پادشاه عربستان را عجیب و غریب خواند و جنتی را متهم کرد که با این رفتار آب به آسیاب رسانه های فارسی زبان خارجی ریخته که به ادعای این سایت جو تبلیغاتی سنگینی را علیه ایران به انداختند. این سایت خبری میپرسد تبریک گویی به مناسبت مرگ رئیس یک کشور همسایه در کدام بخش از مناسبات انسانی و اقلانی و مصالح ملی و دینی می گنجد. اصر ایران با طرح این پرسش که آیا جنتی این موضوع ساده را متوجه نیست که چنین سخنانی به ضرر کشور است میافزاید، اظهارات دبیر 82 ساله شورای نگهبان اگر به خاطر کهولت سن باشد بهتر از او استفاده دهد و تریبون نماز جمعه را به دیگری واگذارد وزیر مشاور امور خارجه امارات نیز با متهم کردن جنتی به سوء استفاده از منبر برای انتشار تفکرات فرقه از او خواسته اگر سخن خیری نمیگوید سکوت کند همزمان با این تحولات فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی نیز بار دیگر با انتقاد مرکز اسلامی الازهر قاهره و شماری از علمای سنی روبرو شده است. احمد طیب شیخ الازهر در بیانی با انتقاد به آنچه تجسم صدا و چهره پیامبر در فیلم مجیدی خوانده شده از مسئولان جمهوری اسلامی خواست جلوی نمایش آن را بگیرند. این فیلم بزرگترین و پرخرجترین پروژه تاریخ سینمای ایران محسوب می شود. الازهر و علمای سنی پیشتر نیز نسبت به ساخت فیلمی که در آن پیامبر و نزدیکانش به تصویر کشیده شوند اعتراض کرده و آن را مغایر با آموزه های دینی اعلام کردند. ظاهرا علت اوجگیری دوباره اعتراض ها احتمال نمایش فیلم در جشنواره فجر است. مجیدی هدف از ساخت این فیلم را معرفی صحیح پیامبر اسلام به ویژه به غربی ها عنوان کرده است. برخی از علمای سنی اجازه تهیه و نمایش این فیلم توسط مسئولان ایرانی را غیر مسئولانه خوانده و آن را با انتشار کاریکاتورهای پیامبر در نشریه فرانسوی شالی ابدو مقایسه کردند. بینندگان محترم از اتاق فرمان به من متذکر شدند که در تلفظ نام بیلگتس دچار اشتباه شدیم که بدین وسیله از شما پوزش می طلبم. لطفا به دنباله اخبار توجه فرمایید محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است مرحله جدید فیلترینگ اینترنت با نام فیلترینگ هوشمند از هفته گذشته آغاز شده است وزیر ارتباطات هدف از اجرای این طرح را حذف محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی فضای مجازی دانسته است مقام های وزارت ارتباطات میگویند سامانه هوشمندی طراحی شده که برخی مطالب غیر اخلاقی و مجرمانه را مسدود و از دسترس خارج می کند. به گفته ی آقای واعظی، طی دو سال گذشته شمار کاربران اینترنت در کشور از سه میلیون کاربر به 8 میلیون کاربر افزایش یافته است. به گفته یک عضو ناظر مجلس ایران در شورای پول و اعتبار سازمان اقتصاد اسلامی به شکل غیرقانونی سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوقهای قرضالحسنه برداشت و آن را خرج احداث ساختمانی برای این سازمان کرده است. حادی قوامی، عضو ناظر مجلس ایران در شورای پول و اعتبار گفته این برداشت خلاف است و این پول باید بازگردانده شود. آزرما سال جاری، حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، از فعالیت غیرشفاف برخی از صندوقهای قرضالحسنه خبر داده بود. موسا قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری از اینکه برخی مسئولین از اجرای برخی احکام اسلامی خجالت میکشند انتقاد کرده است آقای قربانی در یادداشتی نوشته برخی از کسانی که در مصادر امور قرار دارند در محافل و نشریه به نقد غیرمنصفانه ارزشهای روح الله خمینی مشغولند آقای قربانی از حمایت به گفته او وقیحانه بعضی مسئولین از برخی هنرمندانی که در جهت توهین به احکام اسلام و بزرگان دین برنامه سازی می کنند نیز گلایه کرده است. خبرگزاری میراس فرهنگی در گزارشی نوشت رشد هفاری های در محوطه‌ها ها و تپه های تاریخی کشور روند تصاعدی پیدا کرده است. بر اساس این گزارش روزانه دهها ها محوته با اهمیت به بهانه دستیابی به آثار تاریخی تخریب می شوند. بدون آنکه نهادی قدرتمند مانع از فعالیت مخرب قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز است. باستانشناسان میگویند ضعف سازمان میراث فرهنگی در چگونگی برخورد با حفاران و سودجویان آثار تاریخی سبب شده دانش باستانشناسی ایران بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید قرار گیرد. گزارش از روز جهانی طالاب حکایت از آن دارد که 70 تا 80 درصد طالاب های ایران در وضعیت بحرانی یا در معرض خطر جدی قرار دارند. در رویدادی دیگر نیز رئیس سازمان محیط زیست از ارائه گزارشی به هیئت دولت درباره اوضاع بحرانی آلودگی هوای خوزستان خبر داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی به مناسبت روز جهانی طالاب نوشت که از بیش از هزار طالاب ایران 800 طالاب شرایطی بحرانی پیدا کردند. در فهرست این خبرگزاری نام طالب های مشهوری مانند مرداب انزلی، هامون، شادگان، نیریز، کمیجان، شورگل و یادگارلو به چشم میخورد خورد که به گستره وسیعی از ایران تعلق دارد از استان گیلان گرفته تا سیستان و بلوچستان، فارس و آذربایجان غربی. جامع جام آنلاین نیز در همین روز به نقل از کارشناسان محیط زیست ایران نوشت حدود 75 درصد تالاب های کشور اکنون صدمه دیده و شرایطی بحرانی دارند. محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از طالاب های ایران گفته آنچه باعث شرایط کنونی طالاب های کشور شده این است که دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها اصلا دغدغه حفظ محیط زیست را ندارند و تصور می کنند حفظ طالابها و محیط زیست کشور فقط بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. آقای سلیمانی همچنین گفته برای حفظ طالاب باید الگوهای زندگی و توسعه تغییر کند و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیز روی کرده سازمانی خود را با حفظ منابع طبیعی کشور همگام سازند. اما گزارش دیگری از ایرنا اظهارات عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را بازتاب داده است که میگوید خشکسالی های دهه اخیر و کم توجهی به تخصیص حق آب مناسب برای طالاب ها این طالاب ها را به سمت بحران رانده است. به گفته آقای رجایی، سی و چهار طالاب در کشور نقش تعادل بخشی به اکوسیستم را بر عهده دارند که بر اساس برآوردهای انجام شده هفتاد درصد آنها آسیب دیده و در معرض نابودی هستند. در گزارش ایرنا به دلایل بروز شرایط بحرانی در تالاب‌های عمده کشور اشاره شده و از آن جمله میگوید که تالاب انزلی به دلیل رسوبات ناشی از تخریب جنگل و مراتع بالادست از عمق 6 متر به عمق 2 متر کاهش پیدا کرده است. همچنین ورود پسابهای شهری، صنعتی، کشاورزی و ورود گونه غیر بومی گیاه آزولا سبب درج نام این طالاب در فهرست مونترو شد. فهرستی که در آن نام طالابهایی ثبت شده که به خاطر تغییرات اکولوژیک در معرض نابودی قرار گرفتند. در رویداد دیگر نیز معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست میگوید درباره اوضاع بحرانی آلودگی هوای خوزستان گزارشی به هیئت دولت ارائه کرده است در پی این گزارش رئیس جمهور دستور داده هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود آلودگی شدید هوای خوزستان از سالها پیش به یکی از معضلات اصلی این استان تبدیل شده و هر سال بحرانی تر می شود. موج جدید گرد و غبار در روزهای گذشته زندگی عادی را در بسیاری از شهرهای خوزستان مختل کرد. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با استناد به تصویرهای ماهواره‌ای ای میگوید منشأ بخشی از گرد و غبار شدید در روزهای گذشته داخلی است که کمبود بارندگی آن را تشدید کرده است در همین حال پس از چند روز ادامه آلودگی شدید هوا و افزایش میزان ذرات معلق سرانجام در احواز و بیشتر شهرهای خوزستان مدرسه ها و مراکز آموزشی تعطیل شدهاند. هاشم بالدی مدیر کل بحران استانداری خوزستان به خاطر تأخیر در اعلام تعطیلی از مردم عذرخواهی کرده و به خبرگزاری مهر گفت وظیفه‌ای که باید در مدیریت بحران در ارتباط با اعلام به موقع این تعطیلی انجام دهیم باید به نحو احسن باشد که متاسفانه تا کنون به خوبی انجام نشده است. پیشتر منشأ اصلی آلاینده های هوای خوزستان کشورهای همسایه عنوان می‌شدند. مسئولان اداره محیط زیست خوزستان میگویند منشأ ده مورد از دوازده بحران شدید گرد و غبار از ابتدای امسال داخلی بوده است مطابق مصوبه دولت باید در دویست هکتار از زمینهای خوزستان طرح تثبیت شنهای روان انجام میشد احمد رزا جانزاده مدیر کل محیط زیست استان خوزستان میگوید فقط درصد کمی از این طرح اجرا شده است نیروهای پیشمرگ کرد در شمال عراق میگویند یک گور دست جمعی از پیروان آین ایزدی پیدا کرده اند که به دست شبه نظامیان گروه داعش کشته شدند. یک مقام مسئول در شهر سنجار در شمال غرب عراق گفت بقایای 25 مرد زن و کودک در این قبر گروهی پیدا شده است. به گفته یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد این اجساد در جریان جستجو در منطقه سینونی در استان نینوا برای یافتن مهمات رها شده و مینهای کارگزاری شده داعش پیدا شده است. این فرمانده کرد گفت که بعضی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی با ضربات چاقو کشته شده اند. داعش پیروان آین ایزدی را کافر میداند و تا کنون هزاران نفر از آنها را کشته یا اسیر کرده است. وزارت خارجه آمریکا سرگرم بررسی طرح ارسال اسلحه برای دولت کیف است. ظاهرا دولت آمریکا پس از ناکام ماندن گفتگوهای صلح در پایتخت بلاروس در سی ژانویه تصمیم گرفته راهکار جدیدی انتخاب کند جان کری همواره بر لزوم رویکرد سیاسی برای حل بحران اوکراین تاکید کرده است سوزان رایس مشاور امنیتی بارک اوباما گفته تمرکز تلاش ها روی گزینه دیپلماسی است اما در صورت لزوم گذینه های دیگر بررسی خواهد شد بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال سلاح به اوکراین مخالف بوده و هنوز نیز تصمیمی قطعی در این باره نگرفته است. راه حل سیاسی برای حل بحران اوکراین به بنبست رسیده و کشمکش های مسلحانه همزمان تشدید شدند. پوشاندن صورت در تظاهرات و استفاده از نقاب در ترکیه ممنوع می شود. دولت ترکیه در طرح جدیدی که به پارلمان ارائه داده خواستار مجازات سنگینتری برای معترضانی شده که با صورت پوشیده اقدام به پرپایی تظاهرات می کنند. به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش می دهد. پس از مدت‌ها که زمزمه افزایش اختیارات پلیس در محافل رسانه‌ای و دولتی مطرح بود، سرانجام روز دوشنبه رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه حریت خبر از بسته جدید امنیت داخلی دادن که قرار هست این هفته برای رأیگیری به پارلمان ترکیه فرستاده بشه بر اساس این تر پلیس در مواجهه با تظاهر کنندگان نه تنها بر اختیاراتش افزوده شده بلکه به موازات همین موضوع از بوده جزایی نیز دادگاه مجازات های شدیدتری رو در قبال تظاهر کنندگان اعمال خواهد کرد اما از جمله موارد قابل توجهی که در این طرح جدید دیده میشه این هستش که پوشاندن سر و صورت در تظاهرات میتونه مجازاتی تا چهار سال زندان رو برای فرد متهم در پی داشته باشه حتی استفاده از سلاحای سرد همچون تیر و کمان شامل مجازات دو سال زندان خواهد شد ولی نکته که به حال قابل بحث بوده در طی این روزها و به نوعی تضادی که در طرح جدید با قوانین فعلی یا مشابه در ترکیه دیده میشه اینه که بر اساس قوانین کنونی ترکیه برای حمل سلاح گرم تنها یک سال مجازات زندان در نظر گرفته شده که اون هم قابل تبدیل به جزای نقدی هستش ولی به فرض در طرح جدید برای پوشاندن سر و صورت با شال یا چفیه مجازاتی برابر با چهار سال زندان در نظر گرفته شده البته مقامات دولتی در این مورد عنوان می کنند این قبیل مجازات برای افرادی در نظر گرفته میشه که دادگاه تشخیص داده باشه تظاهرات اونها در حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی هستش اما با این همه احساب مخالف دولت هم به شدت با این طرح مخالفت کردن از جمله سلاودین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلقها ها عنوان کرده تظاهرات کوبانی بهانه دولت برای طرح این بسته امنیتی بوده او گفته در برابر تبدیل این طرح به قانون و تصویب اون با تمام توان در مجلس مخالفت خواهیم کرد دمیرتاش معتقده در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون پلیس فرزندان ما رو خواهد کش و بعد ادعا خواهد کرد که سنگ در دست داشتن او گفته تصویب این طرح حتی میتونه مذاکرات صلح میان دولت و کوردها رو مختل بکنه و روی واقعیت اینه دو موضوع مزید بر علت شده تا این طرح با چنین محتوایی تدارک دیده بشه یکی تجربه نارامی های دو سال پیش پارک گزی بوده و مسئله بعد حوادث اخیر در منطقه نشین. در حمایت از کوبانی که حتی منجر به کشته شدن 45 شهروند ترکیه شد مجموعه چنین اتفاقاتی به حال موجب شد تا مقامات دولتی و پلیس بخوان نظارت بیشتری بر مخالفان و تظاهر کنندگان داشته باشند معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفته است هنوز عامل یا عاملین اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشدند اگر کسی عامل اسیدپاشی را میشناسد به ما اطلاع بدهد حسین زلفقاری در جمع خبرنگاران گفت وزارت کشور به همراه نهادهای امنیتی در حال پیگیری موضوع اسیدپاشی اصفهان هستند در حالی که وزارت امور خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده است، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که چنین پیامی به جمهوری اسلامی رسیده است. علایالدین بروجردی با بیان اینکه پیام اسرائیل به ایران از طریق یک کانال رسمی ارسال شده است، درباره محتوای این پیام گفته: مقام های اسرائیل پس از حمله های های این کشور به خودروهای حامل فرماندهان ارشد حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران در سوریه گفتند تصمیم ندارند این ماجرا را ادامه دار کنند و انتظار دارند که طرف مقابل نیز به همین صورت عمل کند پیشتر تعدادی از رسانه های اسرائیل خبر داده بودند این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده که در فکر انتقام گیری به خاطر کشته شدن یک فرمانده سپاه پاسداران و فعالان ارشد حزب الله نباشد. تایید ارسال این پیام از سوی آقای بروجردی در حالی است که مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چنین مسئله ای را تکذیب کرد. سایت رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی ده موضوع مطرح شده در برنامه انتقادی محمد رضا رحیمی به محمود احمدی نژاد را تایید کرد. این سایت نوشته در این نامه خانشینی یازده روزه، لجبازی ها و خدرعی های احمدی نژاد و وجود جریان انحرافی در بدن دولت تایید شده است. این یادداشت اضافه کرده، محتوای نامه رحیمی می تواند کلید فهم سالهای پایانی دهه نوت باشد که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. محمود احمدی نژاد پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 1388 اختلافهای خود با علی خامنه ای را آشکار کرد و در دو سال پایانی دولتش از سوی حامیان سابق خود به خصوص نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ترد شد و تا آستانه برکناری از ریاست بر قوی مجریه نیز پیش رفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در دولت احمدی نژاد رخ داده است دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است همزمان با افتتاح وبسایت رسمی محمود احمدی نژاد و فعالیت بیشتر او در عرصه مجازی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی با اشاره به اینکه در دوران ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد بیشترین شعارها درباره مبارزه با فساد و پاکترین دولت سر داده شده بود گفت که بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در همین دولت رخ داد یک روز پیش از سخنان جهانگیری نیز ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که وابسته به دولت است با اشاره به پرونده محمد رضا رحیمی نوشته بود آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است اساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در این سالها شعار زیاد داده شده است و ما هم بخشی از زندگی خود را با شعار گذرانده ایم در حالی که مسائل پیچیده نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد و هیچ وقت برای عبور از این مسائل نباید کسانی دولت را وادار کنند که با یک سری شعار مردم را سرگرم کنند معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 27 دی نیز گفته بود در دولت دهم محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسانات بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است. به انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج را تعجب آور خوانده بود. آقای جانگیری روز 11 دی نیز با تاکید بر زمان بر بودن حل مشکلات اقتصادی گفته بود که کشور در زمان شروع به کار دولت ته دره بود اما ما کشور را ده پله بالا آوردیم. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گزارش های زیادی درباره تخلف های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده است. پس از اعلام حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق نیز اظهار نظرها در این باره افزایش یافته است. پس از اعلام حکم آقای رحیمی، همچنین صفحاتی در فیسبوک با عناوینی چون مطالبه محاکمه محمود احمدی نژاد را اندازی شده است. آقای جهانگیری در ادامه سخنان خود گفت طرفدار این نیستیم که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست و اضافه کرد حتی امام راحل در زمان جنگ چنین حرفی به زبان نیاورد احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران دهم بهمن با انتقاد از افرادی که قصد ایجاد رابطه با آمریکا و شکستن تحریم ها را دارند اعلام کرده بود که چه اشکالی دارد اگر وضع بدتر شد روزی یک وعده غذا خورده شود معاون اول رئیس جمهوری ایران در سخنان خود همچنین اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که تلاش دارند ایران را در انزوا نگه دارند آقای جهانگیری کاهش قیمت نفت را توطعه دشمنان خواند و افزود از سوی دیگر با فشارهای ناشی از تحریم میزان صادرات نفت کاهش یافت وی افزود کاهش بهای نفت سه تأثیر عمده بر کشور میگذارد که یک اثر آن بر بودجه دولت است و ضرورت دارد که مدیران حد اکثر جویی را در منابع مالی و هزینه ها انجام دهند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز 17 دی از عدم تحقق 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال 93 خبر داده و گفته بود که به طور طبیعی سختی هایی وجود خواهد داشت. در لایحه بودجه سال 93 ایران قیمت نفت به ازای هر بشک 100 دلار پیش بینی شده است اما در پی کاهش بی سابقه قیمت نفت در ماهای گذشته رسانه ها و مسئولین از احتمال کسری بودجه برای سال 93 خبر دادند بیژن زنگنه وزیر نفت روز 14 دی در جلسه غیرعلنی مجلس ایران درباره قیمت نفت به نمایندگان مجلس گزارش داد و پیش بینی کرد که قیمت نفت تا سال 2016 پایین تر از 79 دلار خواهد ماند. مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از حذف بودجه برنامه حمایت از تشکل‌های اجتماعی جوانان و زنان در بودجه سال 1394 خبر داد. این نخستین بار از زمان تشکیل سازمان ملی جوانان در دهه 80 است که این ردیف بودجه حذف می‌شد و در نتیجه حمایت ها از زنان و جوانان به نصف کاهش پیدا می کند. رضا حجتی حذف این ردیف بودجه را در تضاد با شعارها و رویکرد دولت آقای روحانی درباره زنان و نسل جوان خواند و گفت پیگیر بازگرداندن بودجه حذف شده هستیم. از این کتاب پایان خش خبر با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید. use iran to its advantage in solving